صحبت میکنین پیرامون انسان کامل، مقام منزلت انسان کامل، درسته؟ اما بیا خودمون رو پاک بکنیم، پاک بکنیم که کلمات بهتر برای ما روشن بشه، پاک بکنیم خودمون رو. یه وقتی من شک میکنم، میرم همه اصلا کلهم یک فرهنگ، فرهنگ جهانی شده، چه فرهنگ مسلمان ها، چه غربی ها، خارجی ها که اصلا دین ندارن، همه یک مورد فرهنگ شده. خب ما هم تو این فرهنگ، تو این مردم داریم زندگی میکنیم دیگه. حالا میخواییم مثلا یک فرهنگ شسته رفته تمیز، همون فرهنگی قرآن فرموده، همون فرهنگ حضرات معصومین فرموده، میخواییم اونجوری بریم جلو با اون راه روش بینیم که شک میکنیم، میگیم نکنه ما اشتباه میکنیم. دیگه بالاترین ارزش، خیلی من گفتم این رو دیگه، هیچ ارزشی ارزشمندتر از زن در این عالم نیست. مثلا میگن که امام حسین خیلی مقامه، خب اگه حضرت زهرا نبود امام حسین کجا بود؟ علی ابن ابی طالب خیلی مقامه، خب اگه فاطمه بنت اسد نبود علی کجا بود؟ تمام این شخصیت های بزرگ الهی که در طول تاریخ به عنوان عیسی، به عنوان داوود، به عنوان ابراهیم، به عنوان رسول الله، معصومین و دیگران مقربان دیدیم یا شنیدیم، همه اینو از توسط زن بوده. هیچ وقت نشده از یک زن پلید کذیبی که سرن در پاش پلید هست، مثلا یک بچه به دنیا بیاد از اولیای مقرب خدا بشه، مثلا از مقربان الهی بشه، محاله. میگه گندم از گندم بروید جز جو، محاله. حالا یه وقت هست که مثلا یک زنی اینگونه هست، پلید هست، اما رفته پاک شده. همه ما هم که جمع شدیم انشالله که پاک باشه، ولی اومدیم پلیدی ها و زشتی ها رو از خودمون دور بکنیم توسط عبادت، توسط تقوا، توسط رکوع سجود، توسط طواف. طواف یعنی چی؟ طواف یعنی چی؟ عشق ورزیدن. عشق یعنی نور. خود این زمین داره دور خورشید طواف میکنه، عشق میورزه، نور. این از ظلمات الا نور دیگه، ما دنبال نور باید بریم. زمین که نمیزنه مرتب همیشه بیسته، باید حرکت بکنه دیگه، بعد به گونه زمین حرکت بکنه که از نور تو ظلمت نره. طواف میکنه داره خورشید، خورشید اطرافش همه جاش نور، با نور خورشید حرکت میکنن. قشنگ این چهار فصل هم به وجود میره، زیبایی ها هم به وجود میره، کمال هم به وجود میره. چرا؟ چون حرکت میکنه، داره حرکت میکنه، داره راه میره، راه صراط مستقیم. صراط مستقیم صراط نوره. هر کس صراط نور رو بره، قرآن چقدر میگه من از ظلمات الی نور، اگر صراط نور رو بره در حقیقت راه کمال رو داره میره، داره به سوی کمال میره، به سوی جمال میره، به سوی خدا میره، به سوی رحمان میره و درجه بالاتر به سوی رحیم داره میره جلو. راه نور یعنی این. خود خدا فرموده الله نور السماوات و الارض، ما به طرف نور خدا میریم که به خدا برسیم دیگه، اون بشه. حالا این حرفایی که بعد از هزارها سال از این دین
ابراهیم و دین حالا داوود داره میگذره، هزارها سال میشه که هنوزم تو این عصری که ما داریم زندگی میکنیم، عصر تکنولوژی و علم و دیگه فکر نمیکنم دیگه هیچ زمانی به این زمان برسه از نظر شکوفایی علم. ولی میبینی بازم این حرفا جایگاهی نداره، کسی متوجه نمیشه، نمیفهمن، باور نداره. چرا نمیفهمن، باور ندارن؟ برای اینکه اهل بیت نیستن، اهل اون خانه نیستن، اهل اون روحانی نیستن، اهل اون انسان کامل نیستن، اهل اون خدا نیستن، اهل الله نیستن، اهل اون خدا نیستن. اگر بودند حتما پلیدی زشتی ازشون دور می شد و پاک می شدن. و کسی که پاک شد، کسی که چشمش دلش باز شد، کسی که به حقایق رسید، وقت می فهمه که مقام زن یعنی چی، می فهمه ارزش یعنی چی، این رو متوجهش می فهمه. یه وقت هست که این صحبت ها رو من دارم می کنم، دارم می گم، یه وقت نه، همه معصومین دارن میگن، همه اولیاء الله دارن میگن، همه کتابای آسمانی دارن میگن. شما تو قرآن یه نگاهی بکنید پیرامون زن چی گفت. من گفتم براتون که تمام آیات قرآن رو اگر ما جمع کنیم بذاریم یک طرف، تمام آیات قرآن حتی شسته نیست، آیه هر آیه که به ذهنتون میاد، همه آیات، یه اسم داریم در قرآن به نام کوثر، به کوثر نمیرسه. کوثر ارزشش از تمام این ارزش های قرآن، آیات قرآن بالاتره، از ارزشش بالاتره. چرا که تمام آیات قرآن از طریق کوثر به وجود آمده. اگر کوثر نباشه آیات قرآن هم نیست. اگر کوثر نباشه محمد رسول الله و علی بن ابی طالب هم نیست. باید کوثر باشه تا اونا باشن. در حدیث هم داریم فرموده اگر فاطمه نبود شما دوتام نبودین، علی و محمد. اگر فاطمه نبود شد دوترم خلق نمی کردم. اگر شما دوتر خلق کردم به واسطه فاطمه است. حالا در حال اگر اینها اینقدر بی ارزش شدن، نه که میخوام از زنها حمایت بکنم، این حمایت نیست. ما میخوام بگیم که یک زنی اگر واقعا پاک بشه، پاک بشه، اگر تو اجتماع وارد نشه، این زن پاک باشه، از این زن فرزندان مانند اولیاء الله، حضرات معصومین، پیامبران به وجود میاد. حرف ما اینه، اگر پیامبر فرموده که در آخر زمان به جوان سفارش میکنن که زن نگیرن، من شنیدم این رو، عقلا هم میشه باور کرد. نه که حالا پیغمبر ارادت به جوان ها داره که زن نگیرن، نه، خواهد بگه خود جوان ها بچه های کدوم زن ها هستن، بچه های کی هستن؟ جوان هایی که همه سرگرم شرک و کفر و بیبندباری هستن و زن هایی که همه در کفر و شرک و بیبندباری هستن، این عادی با هم ازدواج بکنن چی میخوان به وجود بیارن؟ خداوند که نمیخواد در این کره زمینش، در این سیارش که این همه سرمایه گذاری کرده، خورشیدی و ماهی و زمینی و گردشی و انواری و
حقایقی. نمیخواد که این سیارش یک قلعه ای درست کنه، قلعه، بعد در اون قلعه فساد اخلاق باشه. مثلا ما میگیم خدا دیگه، خدای رحمان، خدای رحیم، خدای بی‌نقص، خدای سبحان، خدای منزه. خدا اگر خدای منزه باشه، اگر خدای سبحان باشه، خدای رحیم باشه، خدای جمیل باشه، هیچ وقت راضی به این عرض نیست که این سیاره رو در اون سیاره یک قلعه درست کنه و همه تو این قلعه بیفتن به جون هم بی‌بندواری، هر کاری که شما میخواد بکنن. این همه سرمایه گذاری کرده که اینجوری بشه. یکم به خود بیاییم، آخر زمانه، آخر زمانه، همه مردم دارن میرن به سوی قهقرا، به سوی ای کاش به سوی حیوانیت میرفتن، ای کاش به سوی حیوانیت میرفتن، دارن میرن به سوی جمادی، به سوی نباتی، یک درجه پایین‌تر به سوی آتش درون زمین، دارن میرن پایین درون زمین. هرچی انسان تو زمین فرود بیشتر فرو بره، میره میرسه به آتش دیگه. انسان های این عصر دارن میرن تو آتش، دارن میرن. در اون کلمات قصر هم گفتم نوح در اول زمان مردم رو با آب غرق کرد، امام زمان در آخر زمان مردم رو با آتش غرق میکنه، تو آتش غرق میکنه، نابود میکنه. چرا؟ که خودشون دارن میرن تو آتش. شما اگه همین رو متوجه باشید، به فکر باشید، من فکر میکنم که یک کم به توجه بیفتین یا بیفتیم همه، که خداوند این همه سرمایه گذاری کرده برای این سیاره، نخواسته اینجا یک قلعه درست کنه، بیبندواری رو رواج بده، بیبندواری رو. خدا نخواسته که تو این سیاره یک قلعه درست کنه، قلعه بی غیرت ها، قلعه بعد که مثلا شهوت رانان. خواسته اینجوری کنه خدا؟ خدای جمیل، خدای سبحان، خدای بهشت، خدای زیبا، خواسته اینجوری؟ الان خوزنن یه نگاهی تو این سطح کره بکنین، همین سیاره، ببین این سیاره. البته هستن بعضیا که حالا به عدد نمیان، به شمارش نمیان، خیلی کم، قلیل که از اولیا هستن، از مقربان هستن. اما واقعا یه نگاهی بکنید این سطح، این کره زمین، این سیاره، این وجودان یه قلعه نیست، یه قلعه مفاصل اخلاقی. یه نگاهی بکنید دیگه، نیستن؟